سلام بر شما خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت من فریبا شیرازی هستم در این برنامه به واکنش آمریکا نسبت به قتل جیمز فولی خبرنگار آمریکایی به دست گروه داعش می‌پردازیم نگاهی خواهیم داشت به عدم رأی اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم دولت روحانی گزارشی داریم از اظهارات تازه محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج و تاکید وی بر حاکمیت اسلام در همه زمینه ها از بیعت صادق آملی لاریجانی با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواهیم گفت و در پایان محمد رضا شاهید خبرنگار ما در پاریس ما را در جریان موضع دولت فرانسه نسبت به اوضاع خاور میانه به خصوص نگرانی ها درباره فعالیت های تروریستی گروه داعش قرار میدهد. با ما همراه باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده قتل خبرنگار آمریکایی به دست گروه داعش را محکوم و نسبت به آن ابراز انزجار کرد آقای اوباما تاکید کرده دولت او برای محافظت از مردم آمریکا هر آنچه که لازم است انجام می دهد در یک نوار ویدیویی که هفته گذشته در شبکه های مجازی منتشر شد مرد نقاب از افراد داعش سر جیمز فولی را میبرد به گزارش خبرگزاری رویترز باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده اقدام نیروهای داعش در قتل جیمز فولی خبرنگار آمریکایی را به شدت محکوم کرد سخنان آقای اوباما پس از انتشار ویدیویی از قتل فجیع جیمز فولی بیان می شود که ویدیویی نشان می دهد یکی از افراد داعش این خبرنگار آمریکایی را گردن می زند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به این ویدیو اظهار داشت هیچ خدایی آنچرا که آنها انجام دادند را تایید نمی کند. وی پس از دولت خودخوانده اسلامی یا داعش به عنوان سرطان نام برد و تأکید کرد که چنین گروهی در قرن 21 جایی ندارد. به گفته آقای اوباما نیروهای دولت خودخوانده اسلامی زنان و کودکان را مورد شکنجه و تجاوز قرار می دهند، آنها را به بردگی می گیرند و مردم را می کشند. او در ادامه سخنان خود نیروهای داعش را به اقدام برای نسکشی متهم ساخت و گفت آنها مسیحیان و دیگر اقلیتها را هدف خشونتهای خود قرار دادند. آقای اوباما سپس از داعش به عنوان گروهی نام برد که ایدئولوژی شکست خورده ای را برای خود برگزیده است وی در نهایت تاکید کرد که دولت آمریکا حملات خود علیه این گروه را متوقف نخواهد کرد در این حال بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز قتل جیمز فولی را به شدت محکوم کرد و این اقدام نیروهای داعش را جنایتی چندشاور خواند سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که آقای بانکمون ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده و همکاران خبرنگار مقتول خواهان مجازات عاملان قتل او شده است در رویداد دیگر هم یک مقام آمریکایی که خواست نامش اعلام نشود اعلام کرد پنتاگون در پاسخ به درخواست وزارت خارجه آمریکا نزدیک به 300 سرباز به عراق اعزام می کند. به گزارش یک شبکه خبری آلمان، این نیروهای تکمیلی که برای دفاع از اماکن سیاسی آمریکا در عراق مأموریت دارند، شمار نیروهای نظامی و مستشاران آمریکایی مستقر در این کشور را به 1150 نفر افزایش خواهند داد. از سوی دیگر ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت در جریان این خبر نیستم. در خبری دیگر هم دیوید کمرون نخست وزیر انگلیس ضمن وحشیانه و تکان دهنده توصیف کردن قتل روزنامه‌نگار آمریکایی توسط گروه داعش گفت احتمال زیادی وجود دارد که قاتل جیمز ولی تبعی بریتانیا باشد و این اظهارات را پس از نشست اضطراری دولت بریتانیا که با حضور مقامات ارشد از جمله وزیر خارجه و مقامات اطلاعاتی و امنیتی این کشور در ارتباط با قتل روزنامه‌نگار آمریکایی برگزار شد بیان کرد کمرون گفت بگذارید به وضوع اعلام کنم که این قتل به هیچ وجه قابل توجیه نیست به افزود هنوز هویت فردی که این عمل را انجام داده برای ما روشن نشده است اما به احتمال قوی فرد قاتل یک شهروند بریتانیایی است نخست وزیر بریتانیا اضافه کرد این مسئله عمیقا تکان دهنده است اما ما میدانیم که شمار زیادی از شهروندان بریتانیایی برای مشارکت در حرکت‌های افراطی و خشونتبار به کشورهای عراق و سوریه رفتند و ما بایستی تلاش مضاعفی را به خرج دهیم که ما از رفتن این افراد شویم وی با بیان اینکه بریتانیا وارد درگیری های فضاینده نظامی در منطقه خاورمیانه نخواهد شد گفت مواضع سیاست خارجی ما کاملا روشن است ما به دنبال همکاری با دولت جدید عراق و ارائه کمک تسلیحاتی به کردها برای جنگ علیه گروه تروریستی داعش هستیم گفتنی است پیش از این نیروهای داعش تهدید کرده بودند که در صورت عدم توقف حملات آمریکا علیه آنها یک خبرنگار آمریکایی دیگر را که به اسارت گرفتهاند به قتل خواهند رساند جیمز فولی حدود دو سال پیش سو توسط تندروهای اسلامی در سوریه ربوده شده بود این خبرنگار به هنگام مرگ چهل سال داشت در موج جدید حملات هوایی یالات متحده به نیروهای داعش در شمال عراق دست کم 35 تن از اعضای این گروه تروریستی کشته شدند این حملات پس از قتل خبرنگار آمریکایی توسط داعش صورت میگیرد در همین حال گلوبال پست وبسایت خبری کارفرمای جیمز فولی اعلام کرده که شبه نظامیان گروه دولت اسلامی برای آزادی این خبرنگار 132 میلیون دلار باج خواسته بودند چاک هگل وزیر دفاع آمریکا گفته تشکیلات گروه دولت اسلامی بسیار سازمان یافته است و پنتاگون برای مقابله با آن به یک برنامه طولانی مدت فکر می کند. به گزارش خبرگزاری آلمان جنگنده های آمریکا در حملاتی در استان شمالی نینوا علاوه بر خسارات جانی که به افرادگران داعش وارد آورده اند هفت فرمند خودروی زرهی آنها را نیز از بین بردند تشدید حملات آمریکا به داعش در حالی صورت میگیرد که این گروه تهدید کرده است در صورته. عدم توقف این حملات دیگر گروگان آمریکایی خود را به قتل خواهد رساند نیروهای داعش به تازگی ویدیویی در اینترنت منتشر کردند که تصاویری از قتل فجیه جیمز فولی خبرنگار آمریکایی را به نمایش میگذارد جنایتی که حامل پیامی از این گروه تروریستی برای دولت آمریکا بود که با این مضمون آمریکا باید دست از حملات هوایی خود علیه داعش بردارد ویدیویی که این گروه منتشر کرد فرد دیگری نشان میداد که استیون ساتلاف یک گزارشگر دیگر آمریکایی معرفی شده است. آقای ساتلاف حدود یک سال پیش در نزدیکی مرز ترکیه در خاک سوریه ربوده شد. گروه دولت اسلامی تهدید کرده است که این خبرنگار آمریکایی هم می سرنوشتی مشابه سرنوشت جیمز هولی داشته باشد و اقدام بعدی آنها به رفتار دولت آمریکا بستگی دارد. با این وجود باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده داعش را سرطان نامید و تأکید کرد که آمریکا حملات خود را به این گروه ادامه خواهد داد. در همین حال داستان کل آمریکا اریک هولدر اعلام کرد که وزارت دادگستری این کشور پرونده جنایی در رابطه با قتل جیمز فولی تشکیل داده و در این باره تحقیق می کند. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرده بود که سازمان های اطلاعاتی آمریکا با همکاری گروهی از نیروهای ویژه این کشور ماه گذشته عملیاتی را برای نجات جیمز ولی و دیگر گروگانهای های آمریکایی داعش انجام دادند اما این عملیات شکست خورد جیمز ولی خبرنگار وبسایت گلوبال پست و خبرگزاری فرانسه از حدود دو سال قبل در سوریه به اسارت نیروهای داعش درآمد تا در نهایت به قتل رسید در همین حال یکی از مدیران وبسایت گلوبال پست گفته است رومندگان آقای فولی برای آزادی او درخواست 100 میلیون یورو کرده بودند به گفته فیلیپ بالبونی مدیر اجرایی گلوبال پست مسئولان این رسانه به محض طرح چنین درخواستی موضوع را به مقامات دولت آمریکا اطلاع دادند آقای بالبونی همچنین گفته است که او همراه با خانواده جیمز فلی مذاکراتی مقدماتی با ربایندگان این روزنامه نگار داشتند اما این مذاکرات پیشرفتی نداشت و ربایندگان نیز مدتها سکوت کرده بودند تا این اواخر که خبر قتل این خبرنگار منتشر شد اما به دنبال انتشار ویدیوی قتل جیمز فولی گامون زنی ها زنیها درباره ملیت مرد سیاهپوشی که در صحنه قتل حضور دارد بالا گرفته است. این مرد انگلیسی را با لحجه بریتانیایی صحبت می کند که به این گمان دامن می زند که او یکی از دهها اسلام گرایانی است که در دو سال گذشته از بریتانیا به جبهه جنگ سوریه پیوستند. قتل جیمز فولی واکنش شورای مسلمانان بریتانیا را نیز به دنبال داشته که جمعیت بزرگی از مسلمانان این کشور را در بر میگیرد شورای مسلمانان بریتانیا با اعلام انزجار از این اقدام نیروهای داعش خواستار اتحاد مسلمانان و تلاش واحد آنان برای توقف جنایت های افراد گرایان شد. پس از اعلام رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر علوم طی حکمی از سوی رئیس جمهوری محمد علی نجفی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد حسن روحانی همچنین ضمن قدردانی از تلاشهای رضا فرجی دانا او را به سمت مشاور خود در امور علمی و آموزشی منصوب کرد هفته گذشته مجلس شورای اسلامی وزیر علوم دولت روحانی را برکنار کرد به دنبال برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم تحقیقات و فناوری حسن روحانی رئیس جمهوری محمد علی نجفی را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرده است آقای نجفی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم توسط آقای روحانی برای تصدی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شده بود اما با یک اختلاف نتوانست رأی اعتماد نمایندگان مجلس را به دست بیاورد محمد علی نجفی از آن پس تاکنون از مشاوران حسن روحانی و برای مدتی رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و همچنین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی بوده است بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در صورت برکناری یک وزیر ری جمهور می تواند تا سه ماه برای آن وزارتخانه سرپرست تعیین کند. آقای نجفی از سیاستمداران نزدیک به جناح اصلاح طلب در ایران است و در های سی سال گذشته مسئولیت ها و های متعددی را بر عهده داشته است. حسن روحانی همزمان و در حکم جداگانه‌ای رضا فرجی دانا را نیز به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور علمی و آموزشی منصوب کرده است آقای روحانی در این حکم از وزیر سابق علوم به عنوان دانشمندی پرتلاش نام برده و افزوده است که بسیار علاقمند بود بتواند همکاری با او در دولت را ادامه دهد. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی را برکنار کرد نمایندگان مجلس با 145 رأی موافق و 15 رأی ممتنع به برکناری آقای فرجی دانا رأی دادند رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم با دفاع از عملکرد خود از سیاه نمایی ها علیه این وزارتخانه انتقاد کرد وی در جلسه استیزای خود به نقل از وزیر کشور گفت که امروز فضای دانشگاه ها در بهترین، امترین و آرامترین وضعیت ممکن قرار دارد. وزیر سابق علوم از کاهش تحرکات تنزال در دانشگاه ها خبر داد و افزود دانشجویان ما به مبانی نظام اعتقاد دارند ولی وقتی در سن 22 سالگی حکم سنگین انضباطی گیرند، به دلیل کم سن و سال بودن رفتارهای احساسی نشان میدهند. رضا فرجی دانا توسط تعدادی از نمایندگان مجلس متهم بود که در دوران وزارت فضای دانشگاه ها از نظر امنیتی متشنج و آبسن فتنه جدیدی شده است. سرپرستی محمد علی نجفی بر وزارت علوم بلا فاصله با واکنش تند محافظ کاران روبرو شد. وبسایت‌های امنیتی و همچنین روزنامه کیهان با انتقاد از این انتصاب این اقدام روحانی را دهنکجی دولت به مجلس و برخلاف گفته حسن روحانی که اظهار کرده بود دولت به رأی مجلس احترام میگذارد قلمداد کردند انتظار می رود در روزهای آتی نیز بر مخالفت محافظ برای انتصاب نجفی افزوده شود. محمد نقدی رئیس سازمان بسیج میگوید اسلام باید در همه زمینه ها در ایران حاکمیت پیدا کند و گفته 95 درصد مردم شبکه های مبتزل محورهی تماشا می کنند کارمندان جامعه اسلامی نباید رشوه بگیر باشند و برخی تربیت شدگان دانشگاه ها افکارشان خراب است به همچنین با بیان اینکه نسل غرب در حال انقراض است گفته بسیج معمور امر به معروف در محله ها می شود به گزارش وبسایت بسیج سردار محمد رضا نقدی فرمانده تندروی بسیج با انتقاد از شبکه های ماهوارهای فارسی زبان گفت در هفته گذشته 162 دومین شبکه ماهوارهای به زبان فارسی باز شده است وی افزود در حالی که ما در تحریم شدید هستیم آخرین نسل تلفن های همراه با تمام امکانات و شبکه های فاسد لحظه به لحظه وارد بازار تهران و گیر می شود که این یک حرکت حساب شده و برنامه ریزی شده است. بسیاری از مردم با آنکه آسیب خورده این میدان هستند و عدهای هم تلف شدند اما توجیه علمی میآورند و میگویند این شبکه ها شبکه های علمی هستند در حالی که 95 درصد این افراد شبکه های مبتزل ماهواره را نگاه می کنند. نقدی گفت این منطق پذیرفته نیست که ادهی بهانه میآورند که اخبار جمهوری اسلامی ایران سانسور شده است و به بهانه اخبار وارد انواع شبکه های مبتزل می شوند و نتیجه این فرهنگ افزایش سه برابری طلاق در ایران شده است. سردار نقدی در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت نتیجه نهادینه شدن جریان فساد در غرب این است که نسل آنها در حال انقراض است به طوری که صد سال آینده در کتابهای تاریخ باید بنویسند نژادی به نام نژاد اروپایی زمانی روی کره زمین وجود داشت وی افسود ما به این بستر پذیرنده تهاجم فرهنگی بی توجهی کرده ایم و اگر بسترها را درست نکنیم رفتن به سوی جامعه اسلامی تنها در حد یک شعار باقی می ماند. فرمانده بسیج در ادامه به استادان دانشگاه حمله کرد و گفت متاسفانه برخی افراد که علوم سیاسی نیز خواندند به آن فهم و شعوری که مقام معظم رهبری فرمودند نرسیدند و به طوری که برخی از این تحصیل کرده ها میگویند باید با آمریکا سازش کرد وی افزود بسترهای فرهنگی باید در آموزش و پرورش درست شود وگرنه ما نمیتوانیم جامعه اسلامی درست کنیم که نتیجهش این می شود که کارمندان ما رشوه بگیر می شود و پارتی بازی در ادارات نهادینه نمی شود سردار نقدی همچنین گفت شیعه و سنی فریب رسانه های بیگانه را میخورند و شبکه های 10 ده تا 15 شبکه علیه سنی و ده تا 15 شبکه علیه شیعه درست کردند که به یکدیگر ناسزا میگویند و مقدسات یکدیگر را زیر سوال میبرند این فرمانده بسیج همچنین گفت برخی تربیت شدگان مدارس و دانشگاه ها افکارشان خراب است که امروز میگویند نه غزه نه لبنان فرمانده بسیج جمهوری اسلامی در اظهارات دیگری هم بار دیگر از حضور جدی بسیج و فعالیتهایش در زمینه امر به معروف و نهی از منکر سخن گفت سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت شورای امر به معروف و نهی از منکر در تمامی مساجد کشور تشکیل می شود تا نسبت به اصلاح منکرات در محله ها اقدام کنند پیشبینی شده با حضور هیئت امنای مساجد و همچنین معتمدین محلات امر به معروف و نهی از منکر حضوری جدی داشته باشد. چندی پیش شهروندان تهرانی شاهد حضور گشت‌های موتوری امر به معروف و نهی از منکر در سطح شهر بودند. این گروه زیر نظر انصار حزب الله تشکیل شده و وظیفه خود دانستند که در مورد حجاب به شهروندان تذکر دهند. اظهارات سردار نقدی در خصوص مأموریت بسیج برای امر به معروف در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود در سراسر خیابانها امنیت واقعی حاکم می کنم به گونه ای که دختران ما احساس امنیت کنند من نخواهم گذاشت معموری بینام و نشان از کسی سوال کند صادق آمولی لاریجانی رئیس قوه قضایی که اخیرا حکم ریاستش بر قوه قضایی به مدت پنج سال دیگر تمدید شده از علی خامنه ای تشکر کرده و گفته همینجا بیعت خود را با رهبری اعلام می‌داریم. وی همچنین گفته جمع کردن فتنه 88 مهمترین کار قوه قضایی بود به گزارش مشرق صادق آمولی لاریجانی در نشستی با حضور مسئولان ارشد قضای ایران بیعت خود را با علی خامنه ای اعلام کرد و گفت همینجا بیعت خود را با رهبری اعلام می داریم. صادق لاریجانی که اخیرا حکم ریاستش بر قوه قضاییه به مدت پنج سال دیگر تمدید شده تغییراتی را هم در قوه قضاییه به عمل آورد. او قلام حسین محسنی اجعی داستان کل کشور را به سمت معاون اول قوه قضاییه و ابراهیم رئیسی معاون اول پیشین این قوه را به سمت داستان کل کشور منصوب کرد لاریجانی همچنین در حکم جداگانه حسین کریمی را به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب نمود میزان خبرگزاری رسمی قوه قضایی 27 امرداد با اعلام انتصاب آقای اجی به سمت معاون اول قوه قضایی خبر داده بود که محمد جعفر منتظری رئیس فعلی دیوان عدالت اداری جایگزین وی در سمت دادستانی کل کشور می شود اما کمی بعد این خبرگزاری در توضیحی نوشت که خبرش بر اساس اطلاعات تایید نشده انتشار یافته بود آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اعتراضات مردم به انتخابات جنجالی 88 موضوعی که جمهوری ولایت فقیه از آن به عنوان فتنه یاد می کند گفت جمع کردن جریان فتنه از کشور کار مهم دستگاه قضایی بود وی گفت برخی فتنه را جریانی زماندار می دانند که اینک تمام شده است اینکه به فتنه برچیده شد حرف درستی است اما مهم این است که مشخص شود ما از فتنه چه تحلیلی داشتیم و اصلا جریان فتنه را فتنه می دانیم یا نه آمولی لاریجانی با انتقاد از برخی نظرات راجع به فتنه با بیان اینکه اگر کسی اصل فتنه را قبول داشته باشد نباید اصحاب فتنه را به کار بگمارد افزود اگر کسانی از فتنه برگشتن اشکالی وجود ندارد چون انسان جایز الخطا است اما قابل پذیرش نیست آن دست از فعالان فتنه که هنوز هم بر مواضعشان پافشاری می کنند در دستگاه های حکومتی بر مناسب مدیریتی قرار بگیرند رئیس قوه قضایی عادیسازی چهره های فتنه در بخیر از کشور را حرکتی برخلاف امنیت ارزیابی کرد و گفت کسانی که بعد از اتمام حجت رهبری در نماز جمعه تاریخی ایشان در مقابل ولی فقی ایستادگی کردند عملکردشان کردشان توجیهی ندارد و حداقل نباید به این افراد مجال تصدی پستای مدیریتی داده شود پیش از این نیز برخی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان نسبت به انتصاب برخی از مدیران در دولت حسن روحانی که به گفته آنها در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نقش داشتن اعتراض کرده بودند یکی از انتقادات نمایندگان استیزا کننده وزیر علوم در جلسه روز چهارشنبه مجلس که منجر به برکراری آقای فرجی دانا شد انتصاب افراد فعال در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در این وزارتخانه بود آمولی لاریجانی با تأکید بر اینکه قوه قضایی با ادعاهای حقوق بشری از موازین شرعی و قانونی عدول می کند افزود کسی که بر روی مردم اصلیه بکشد محارب است و مطابق با این امبان با او برخورد می شود گفتن ایست قوه قضایی ایران به نقض حقوق بشر متهم است و نام آقای آمولی لاریجانی در سال 1391 به همین علت در فهرست تحریم های اروپا قرار گرفت صادق آمالی لاریجانی در پایان سخنان خود گفت بر خود قوه قضایی در برابر جرایمی که با امنیت مردم سر و کار دارد مانند سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف قاطعانه و شدید است و در این زمینه به سر و صداهای حقوق بشری نیز اعتنایی نداریم وی افزود کسی که بر روی مردم اصلیه بکشد محارب است و مطابق با این عنوان با او برخورد می شود گفتن است این احضار نظر در حالی است که چندی قبل محمود کریمی از مدداهان نزدیک به علی خامنه ای در روز روشن به روی مردم اسلحه کشید و قوه قضایی هرگز او را بازخواست نکرد بانک مرکزی ایران اعلام کرده تا مرداد ماه امسال یک میلیون و هزار چک برگشت خورده است. پیش از این فعالان اقتصادی و مسئولین دولتی درباره تاثیرات آمار بالای چک های برگشتی هشدار داده بودند. حمید تهران معاون نظارتی بانک مرکزی تعداد چک های برگشتی از ابتدای امسال تا کنون را یک میلیون و هزار فقره اعلام کرد. و گفت که در این مدت به صورت میانگین روزانه 12560 فقره چک برگشت خورده است حمید تلافر اضافه نمود که تعداد چک های برگشتی در سال گذشته بیش از 5 میلیون فقره بوده با میانگینی روزانه 13718 هزار چک برگشتی در همین راستا عزت الله یوسفیان مولا عضو ناصر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ارائه گزارش بانک مرکزی در جلسه اخیر این ستاد درباره آمار بالای های برگشتی خبر داده بود به گفته آقای یوسفیان ملا بر اساس این گزارش سالانه حدود 7 میلیون فقر چک در کشور برگشت می‌خورد. به گزارش خبرگزاری مهر معاون بانک مرکزی ایران برگشت بیش از دوازه هزار فقر چک در روز را پدیده نامیمون دانست و گفت آمار بالای چک های برگشتی علاوه بر مشکلات اجتماعی موجب افزایش هزینه فعالیت در نظام بانکی می شود بیش از این احمد میدری معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی گفته بود که چک های برگشتی موجب شده تا چک به عنوان ابزار مبادلاتی در اقتصاد ایران ارزش خود را از دست بدهند به گفته آقای میدری کاهش ارزش چک موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور خواهد شد و این اهم مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می آورد معاون بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن هشدار درباره مؤسسات رفع سوء اثر چک گفت طبق قانون جدید چک در سال جاری غیر از صاحب حساب و دارنده دست چک نمی تواند در این باره اقدام کند مگر آنکه تقلبی در کار باشد رفع سوء اثر کردن چک به این معناست که دارنده چک به بانک اعلام می کند منافع خود دست پیدا کرده و یا با صادر کننده چک به توافق رسیده است بیش از این نیست بانک مرکزی درباره فعالیت مؤسسات رفع سوء اثر چک هشدار داده بود معاون نظارتی بانک مرکزی ایران با بیان اینکه مطالبات موفق بانکی از ابتدای امسال تا کنون 5000 میلیارد تومان افزایش یافته است میزان این مطالبات را حدود 87 هزار میلیارد تومان ذکر کرد آقای تهرانفر اضافه کرد علاوه بر این اخباری دریافت می کنیم مبنی بر افزایش میزان وصولی بانک ها که اگر این مبلغ را با حجم کل نقدینگی کشور مقایسه کنیم در واقع تغییر چندانی ایجاد نشده است گفتنی است ولی و لاصف رئیس کل بانک مرکزی ایران 16 امرداد خبر داده بود که رئیس قوه قضایی دستور رو اندازی یک مجتمع تخصصی برای باز پسگیری بانکی بنگاه ها و مراکز تولیدی را صادر کرده و داستان تهران معمول راه اندازی مجتمع در راستای حمایت نظام بانکی شده است. وزیر امور خارجه فرانسه هفته گذشته از ایران و تمام کشورهای منطقه خواست تا در نبرد علیه خلافت خودخوانده اسلامی در سوریه و عراق موسوم به داعش به کشورهای غربی بپیوندند در همین راستا دولت فرانسه نسبت به اوضاع خاورمیانه میانه ویژه در عراق و سوریه ابراز نگرانی کرده است و به طور غیر مستقیم انتقادهایی را متوجه آمریکا کرده جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا شاید خبرنگار ما از پاریس در وضعیت سیاسی امروز در خاورمیانه به خصوص در حالی که در عراق قزه لیبی و البته سوریه کلمه بحران حداقل بیان رو به عهده میگیره آقای فرانس و اولاند در مصاحبهش با نشریه لوموند و کمی دیرتر وزیر خارجه آقای فابیوس گفتن که امروز در سوریه وضع ناشی از تصمیمات دولت آقای اوباماست که فرانسه چندان با آن موافق نبود اما یک تنه هم نمی توانست بدون حضور امریکا کاری رو صورت بده شب گذشته هم در یک میزگرد تلویزیونی که در فرانس ونکت پخش شد متخصصان می گفتند که آنچه که امروز در عراق شاهدش هستیم تاثیر مستقیم از سوریه رو داره فرانسه بیان که دنبال توجیه نکته خاصی باشد میگوید که در اتحادیه اروپا هم صدای چندانی نداشت و آقای اولاند همکنون در صدد راهاندازی یک کنفرانس بین المللی در مورد جهادیون است آقای اولاند در مصاحبهش با روزنامه لوموند گفته که جامعه جهانی مسئولیت مهمی رو در قبال سوریه بردوش دارد و او, او میگوید که اگر دو سال پیش یک دولت انتقال رو در سوریه شاهد بودیم امروز دولت اسلامی نداشتیم و یا که اگر یک سال پیش دول جهانی واکنش مناسبی رو در برابر بشار اسد به دلیل استفادهش از سلاح‌های شیمیایی نشان میدادن امروز انتخاب وحشتناک بین یک دیکتاتور از یک سو و یک گروه تروریستی از سوی دیگر رو نداشتیم در همین حال آقای فابیوز وزیر خارجه هم نصر مشابهی رو مطرح میکنه و با استناد به گفته خانم کلینتون در ارتباط با زمان که خود او وزیر خارجه امریکا بوده میگوید که این اشتباه در دوره شغلی خود من صورت گرفت آقای فابیوس وزیر خارجه برای اولین بار میگوید که فرانسه به مخالفان غیر مذهبی در سوریه کمک های نظامی کرده و وزیر خارجه میگوید که در سال 2012 وقتی اعتراضات در سوریه آغاز شد فقط از یک طرف حکومت بشار اسد وجود داشت و از یک طرف یک اپوزیسیون لایک اما در حال حاضر رسانه های فرانسه بعد از آن که امریکا اعلام کرد سوریه تمام سلاح های شیمیاییش رو نابود کرده این پرسش مطرح است که آیا وضعیت در اوکراین و تصمیمات آقای پوتین تا چه حد در ترازوی حوادث سوریه قرار داره و کارشناسان همینطور عقیده دارن که جهادیون اسلامی در عراق به دلیل خشونت و تصاحب ابزار جنگی در این کشور به یک قدرت بسیار خطرناک تبدیل شدن و برای همین پرسش امروز در سوریه این است که اگر سلاح برای مخالفان رژیم بشار اسد فرستاده بشه چه تضمینی میگوید که این سلاح ها به دست جهادیون اسلامی نیفته و این در حالی که تعداد قربانیان سوریه به 170 هزار نفر رسیده و تعداد فراریان و یا پناهندگان به مرزها از آمارها و کنترلها خارج شده است پاریس تلویزیون ایران فردا بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما رو می توانید در وبسایت ما به آدرس ایران فردا live.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebookcom ایران فردا تیوی نتورک با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید تا هفته دیگر که با شما خواهیم بود بدرود.